برداشتن چربی های اضافی بدن توسط لیزر، جراحی زیبایی، کاشت مو، تزریق بوتاکس، لایه برداری پوست صورت بدون جراحی، آرایش دائم با مجهزترین دستگاه ها و مشاوره رایگان. دوره‌های تخصصی زیبایی و هومیوپات تا درجه دکترا زیر نظر دکتر سهراب خوشبی. در مؤسسه وست‌اسپرینگ ما سعی می‌کنیم بهترین خدمات زیبایی و سلامتی رو با متخصصین ماهر و کاتینگ تکنولوژی در اختیار دوستان عزیز هموطن قرار بدیم. کلینیک پوست و زیبایی وست‌اسپرینگ واقع در شماره 10670 خیابان یانگ، تلفن 905-780-66-27. درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم. در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 25 ماه دسامبر سال 2006 میلادی. در روزهای دوشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر در موضوع مهم مغالطات عرض میکنم که صحبت میکنیم و مطالب رو پی میگیریم. پیش از شروع سخن خواستم که زاد روز مسیح رو به هموطنان گرامی مسیحی تبریک و تهنیت گفته باشم. بله، اجازه بدید که چند بیت از خاقانی خدمتتون بخونم و برویم سر موضوع. در عزلت و قناعت و ترک طمع زین بیش آبروی نریزم برای نان، آتش دهم به روح طبیعی به جای نان، خون جگر خورم نخورم نان ناکسان، در خون جان شوم نشوم آشنای نان، با این پلنگ همتی از سگ بتر بوم، گرزین سپس چو سگ دوم اندر قفای نان، در جرم ماه و قرصه خورشید ننگرم، هر گه که دیده ها شودم رهنمای نان، از چشم زیبق آورم و در گوش ریزمش، تا نشنوم ز سفره دونان صلای نان، چون آب آسیا سر من در نشیب باد، گر پیش کس دهان شودم آسیای نان، از قو در نمانم گو نان مباش، زان قوتیست معده حکما را ورای نان. که البته قصیده خیلی طولانیست. عرض میکنن که پیداست درد نان همیشه بوده است. هر سبت که یک تصویری بنده دیدم برای من فرستاده بودن، عده جوان
کوهی از آتش درست کرده بودن و نوشته بودن اینها جدای طلبان آذربایجان هستن. این کتاب ها هم شاهنامه فردوسی است و حافظ است و سعدی است و مولانا و آثار فارس، آثار حماقت و سفاحت از این عکس لایق آشکار بود و سفاحت کامل از سیمای آتش زنندگان بیشتر آشکار. خواستم بگم که عزیزان اگر شما از خواندن کتاب مطلبی در نیابید، از سوزاندنش چیزی به دست شما نمیدم. آتش زدن کتاب، این حماقت رو عرض میکنن قرون وسطا میکردن، در عصر جدید فقط دیدیم که هیتلر و اصحاب او میکردن. و این هم یک موضوع بزرگی شده است. بنده عرض میکنم که بارها در باب این قضیه صحبت کردم و لازم نمیدانم این تکرار کنم، اما اگر گروهی واقعا هستن که گمان میکنن از نژاد چنگیز و آتیلا و عرض میکنم طغرل و عرض شود که تیمور لنگ و غوز و این چیزا هستن، عرض میشود که این مملکت داره یک تاریخی است، حداقل 2700 سال تاریخ دولت داره. اینها نبودن در کشور ما، اینها مردمان متجاوزی بودند. قریب 1000 سال پیش نخستین دسته هاشون وارد شد، زبانشون آمد در این مملکت. بنابراین اگر کسی واقعا فکر میکند که از کنند به صرف این که مثلا در آذربایجان زندگی میکند آذربایجان ملک اوست، این خطاست برادر. جز این خاکی است، یک واحد جغرافیایی است به نام ایران. این درست به مثابه آن است که مکزیکی‌های جنوب کالیفرنیا که چندین میلیون هم هستن بگن ما چون مکزیکی حرفی زنیم میخوایم این استیت رو جدا کنیم برای خود. جواب آمریکایی همین است که خب شما برگردید به کشورتان. اگر واقعا کسی هست که خیال میکند از سرزمین علیف آمده است و عرض میکنن که از خلخ و چگل و عرض شود که کوههای مربوط به قزها و اینا، تشریف ببرد اونجا. اگر من در سیستان زندگی میکنم، سیستان مال من نیست. اگر من در آذربایجان زندگی میکنم، آذربایجان ملک من نیست که بخوام جداش کنم. این متعلق به ملت ایرانه. هزارها تن عرض کردم استخوان لر و کرد و شیرازی و سیستانی و خراسانی برای دفاع آذربایجان به خاک رفته و چه خونها ریخته شده تا این مملکت به وجود آمده. ملک پدری کسی نیست که تو جداش کنی ببریش پیش علیف. شما تشریف ببر پیش علیف. و آذربایجان میخوام خدمتتون عرض کنم که کبک نیست که تشبیه میفرمایید. کبک تاریخش معلومه، نزدیک 200 سال پیش فرانسوی اومدن اینجا، یک مش سرزمین بی صاحب بود و جمع شدن، هنوزم که نتونستن کاری بکنن. هی تشبیه نفرمایید آذربایجان رو به کبک. آذربایجان سر ایرانه، محور هویت و ملیت این مملکته. حالا شما به یه شاهنامه رسو آتش، خدای را سپاس اینا تعدادشون به 1% سهل به 0.5% هم نمیرسن. به همین دلیل هم هست بنده به این استحکامی رو صحبت میکنم. خب شما میفرمایید قوزی عزیزم، نژاد چنگیزخانی، اومدی توی مملکت استفاده کردی از خاک پاک آذربایجان، خوردی خوابیدی پدرت هم زندگی کردن، باید تشکر کنی که پو بخشت رو برداری تشریف ببری. مملکت منطقه ترکان نبودی که عزیزم، که شاهنامه آتیش میزنی نمیدونم سعدی آتیش میزنی. این هم یک واقعا سفاحت و حماقت جدیدیست بین ما ایرانیان. به عوض اتفاق و اتحاد و نگاه و افقهای دوردست و سعادت ملی و آزادی و اتحاد و نمیدونم حاکمیت ملی و هر چه وقتی ساختن کشور اینها، میگه من ترکم، از نژاد چنگیزخانم، حالا نمیدونم طغرل هستم، حالا میخوام اینجا رو جدا کنم. چیکی رو میخوای جدا کنی؟ پدر من مال تو نیست که تو خواهی جداش کنی. متعلق به همه ملت. 70 میلیون ایرانی صاحب آذربایجانه، 70 میلیون ایرانی صاحب کردستانه، 70 میلیون ایرانی صاحب خوزستانه، 70 میلیون ایرانی صاحب بلوچستانه. این متعلق به این ملته، این متعلق به 4 نفر نیست اونجا زندگی میکنن. در این قضیه بنده به هیچ وجه آزادی خواه نیستم. وقتی صحبت از جدایی و تک تک شدن کشور بشود، بنده به هیچ روی به هیچ وجه من از وجود نه دموکراتم نه آزادی خواه. اگر آزادی خواهی این هست، دموکراسی این هست.
چون دیدم بعضی دوستانی که خیلی عوض بخوام پالونشون خیلی شله، میگه آقا خب حالا این مردم میخوان خب حالا برن جداشن برن. آقا این عربای خوزستان هم که میخوان جداشن خب رای بگیرن جداشون کنن برن. نه آقا این حرفا نیست، چون این مملکت این صحبت ها نیست. این مملکت یک سابقه 2500 ساله دولت داره، 2700 ساله این سابقه 4-5 هزار ساله عرض میکنم غیر مدون داره. اجداد ما این سرزمین بوده، این سرزمین مال این ملت است. این مغلطه هم به جای راه نمیبرد که حالا بابک ترک بود و نمیدونم حضرت آدم ترک بود و هر چه وقت من شما که ساسانیان ترک بودند و نمیدونم بابل همه ترک بودن. نه این خبرها نبود عزیزم. ترکان هزار سال پیش آوردنشون به نوکری و از شبه کار سپاهیگری و بعد از بعد خطرناک و جنایتکار بودن. این قوزها، این محمود غزنگی خودش ترک بود، از اینا ترسید، اینا رو فرستاد کرمان اصفهان، آمدن اینا رفتن طرف آذربایجان چون که اونجا ترکی صحبت کردن. برید بخونید آقا تاریخ ها رو، مقدسی رو بخونید، اون جغرافی دانان قرن سوم و چهارم ایرانی رو بخونید که آقا به چه زبانی صحبت میشه در این آذربایجان. اصلا چرا اسمش آذربایجانه؟ این سفاهت غیر قابل تحمل واقعا. خیلی خوب، حالا اجازه بدید که بنده میگه واقعا ننشستم کسی از من خوشش بیاد، کسی از من تایید بکنه یا نکنه، اصلا یک پنی ارزش نداره. مهم این است که حقیقت چیست و ما باید چه بکنیم برای نجات از این عرض میکنم تعیین‌های تاریخی. خب اجازه بدید برویم سر موضوع اصلی که مغلطه بود. عرض میکنم که یک مغلطه خیلی بزرگی هست که مربوط میشود به تشبیه و استعاره. تشبیه و استعاره عرض میکنم که دو ابزار یا دو وسیله بسیار مهم هستن برای خلق ایماج یا تصویر، چون کار شعر برانگیختن خیاله. اگر که در شعری خواندید که خیالم دید نبود، بدانید که اون شعر نیست، به مفهوم حقیقی کلمه شعر نیست. چگونه ما خیال رو برمی‌انگیزیم؟ با ایجاد تصویر و ایماج که مهمترین این ابزارها البته کنایه هست، هر شبد که اغراق هست، خیلی هست. اما تشبیه و استعاره دو وجه مهم هستن. تشبیه یعنی چیزی رو مانند کردن به چیز دیگر و در تقویت معنی و خلق تصویر بسیار اهمیت داره. یکی دختری داشت خاقان چو ماه، کجا ماه دارد دو زلف سیاه، مشبه هم مشبه هم به بچه شبه. مشبه عرض میکنم که ماه هست، مشبه هم به دختر هست، چو هم بچه شبه که این دو ارتباط رو وصل میکنه. شبی چون شبه رو شسته دقیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. شبی چون شبه، یعنی شبی که به سیاهی مانند شبه بود. شبه یک سنگ سیاه براق، بسیار بسیار سیاه میگفتن شبه به هی هندونه. شبی چون شبه رو شسته دقیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. مشبه همیشه از مشبه همه قوی تر هست. ما میگویم حسن مثل شیر، نمیگویم شیر مثل حسن. فقط یک جا این معنی تغییر کرده در همه تاریخ زبان فارسی که من دیدم، همیشه نقره دلاوران به رعد و برق شبیه میشه. یک جا رعد و برق با آواز رستم تشبیه شده و این شگفت‌انگیز تشبیهیست. چه آوای رستم در ابتدای داستان اسفندیار می فرماید چه آوای رستم شب تیره ابر، به در رد دل و گوش قران هزر یا هجر. یعنی رعد و برق مثل آواز رستم گوش و دل قران هجر رو می ترکاند. یعنی همچین چیزی، یعنی برعکس شده اینجا. یک پدیده عظیم طبیعی به آوای انسان که رستم باشه تشبیه شد. باری هر چه بود که تشبیه از ابزار بسیار مهمه، به خصوص
اون قسمت نخستین یا دوره نخستین شعر فارسی شبیه چون شبه رو شسته به غیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر، چو پولاد زنگار خورده سپهر زمانه به غیر اندر اندوده چه، چو پولاد زنگار خورده سپهر یا سپاه شب تیره بردشت و راه یکی فرش گسترده چون پر زاغ. ببین همش تشبیه، همش تصویر. ببین من تشبیه که انواع داره حالا در این داستان عرض بکنم ادبیات و مطالب مربوطان، این خود انواع اینها داره. بمانه یکم استعاره است. استعاره در حقیقت یعنی اینکه ما وجه شبه رو حذف بکنیم، یعنی عینیت دادن به دو چیز که غیریت دارن با هم. و این بعضی میگوین این قوی تر است از تشبیه، بعضی میگوین تشبیه قوی تر است از استعاره. میگوین مثلا اسفندیار مثل شیر حمله کرد به سپاه دشمن. مثلا اسفندیار مثل شیر، مثل شیر اسفندیار مثل شیر، تشبیه. اما در بیت بعد بگوییم اون شیر، یعنی استعاره به کار بردیم. باری این عرض میکنم که مقدمه بود برای مغالطاتی که در زبان ما جاری و ساری هستن و به کار میروند. و بسیاری از عرض میکنم که پدیده های فکری گیتی، پدیده های اجتماعی سیاسی، اینا به صورت کلیشه در ذهن ما متصور هستند و بعد تشبیه کردن به اینها به نحو مثبت یا منفی ما رو از طریق مستقیم استدلال و منطق به دور میکنه. واژگانی مثل فرض فرمایید که کودهی، میگوییم که پرولتاریا، میگوییم بورژوا، عرض میکنم بهره کشی، از شود که امریکای جهانخوار، طاغوت، از این صحبت ها بسیار، کافر، زندیق، اینها، بابی، اینها عرض شود که یک کلماتی است با بار منفی یا مثبت که در اذهان جامعه پراکنده است. و بعد مغالطه کار میاد و تشبیه میکنه مطلبی رو و از اینها به کار میبره، در عبارات مرتب ذهن ما رو مخدوش میکنه. آخونده ها میگوین در روزگار طاغوت، اینجا مشبه به که شاه باشه حذف شده، بچه شبه هم حذف شده، شده استعاره. وقتی میگوین طاغوت، شاه در نظر میاد، چون از بس گفتن طاغوت، شاه مثل طاغوت بود، میگوین طاغوت در روزگار طاغوت، رژیم طاغوت. آخونده این اختراع کرده در صورت بار منفی به کار میبرن، میگن در زمان طاغوت. وقتی میگن در زمان طاغوت حتما یک چیز منفی پشتش هست. متنی آوردم خدمتتون که حتما عرض میکنم که میخوانم. میگن آنالوجی و متافور. آنالوجی یعنی چیز یه چیز دیگه مانند کردن، متافور یعنی استعاره. حالا برای بهتر معلوم شدن متن آوردم خدمتتون میخوانم. پیش از اون اجازه بدید که یک چند کلامی در یک ویدیویی از امام راحل بشنویم، در یک ویدیویی که ساختن با موزیک. البته اگه ممکن است دوستانی رو پخش بکنید برای هموطنان گرامی تا برگردیم سر موضوع مغالطات.
بیرون اجنه در آوید. اجازه فرمایید که یک موسیقی کوتاه بشنویم، برمیگردیم و بعد این سخنان این امام رو خدمتتون بررسی میکنیم و مغالطات مربوط به تشبیه. چند دقیقه دیگه
استاد بزرگ جلی شهناز، قطعاتی در ابو عطا شنیدیم از متعلقات شور. عرض میکنم که خدای سپاس که ما شهنازها داشتیم. خدمت شما عرض میکردم که موضوع مغالطات تشبیه، این امام رو دیدید به هر صورت در این ویدیو چه نعره ها میکشید. اینجا اونجاییست که رفته رفته باد قدرت به شکم امام افتاده و بوی قدرت رو کاملا شنیده و دیدید که چی میگفت. میگو ما نه تنها زندگی شما رو درست میکنیم، آخرت شما رو هم درست میکنیم. یعنی به زور با زنجیر و چماق ما شما رو باید ببریم بهشت، راهی نداریم. بخواهید نخواهید ما شما رو باید ببریم کنار حوض کوثر، از اون ملاقه بدیم به دست شما. میگم آقا هر چی بگیم، آقا ما نمیخوایم شما رو ببریم بهشت، قاعده نداره. یه اون دنیا هم من باید درست کنم. چگونه درست میکنم؟ به ضرب چوب و چماق وادی دارم به نماز و روزه و عرض میکنم ریش بذاری، موسیقی گوش نکنی، هر سبت که کاباراتو میبندن، سینماهاتو میبندن، محوال ترفیح میبندن که ببرمت به بهشت. دید چو بیرون رود اجنه در آید. اجنه جمع جن دیگه. اجنه زد بیرون از زیر زمین. اگه دقت کرده باشید دو سه تا واژه غربی انداخت. این داشت تشبیه میکرد وضعیت ایران رو به وضعیت غرب که منحوس است و فحوای کفر دارد. روزنامه ها رو اصلاح میکنیم یعنی میبندیمشون، رادیو رو اصلاح میکنیم یعنی یک کلمه حرف آزادی و عرض میکنم که فرزانگی درش نباید زده بشه، همش باید قرآن خوانی بشه و همین مزخرفاتی که امروز میگویم. این بیرق منحوس شیر و خورشید باید بره، بیرق اسلام باید باشه. خب بیرق اسلام یه از این چیزا بود که باش تنور هم می‌زدن، یه چیز سیاه هم می‌بستن سرش. پس کو این که عرض کردم خنک‌ترین و بی‌مزه‌ترین انقلاب، انقلاب ایران بوده از اینجاست. انقلاب در حقیقت نبوده، یک انفجاری بوده از ناشی از خفقان و گناه خمینی و این آخونده نیست. به هیچ وجه من از بروش آخونده ها عرض میکنن که گناهکار نیستن. آخوند داره آخوندیشو میکنه با طبیعت آخوندیش. هم مردم ایران میدانستن، هم زمان مشروطه میدانستن، هم زمان صفویه میدانستن، هم روزگار مأمون میدانستن اینا کی هستن. گناه گردن اونهاییست که روند تفکر سیاسی رو در کشور ما منقطع کردن، سرجنبان در اون کشور باقی نگذاشتن، احزاب رو قدغن کردن، روزنامه ها رو بستن، استبداد مطلق رو اون کشور آوردن. تمام عرض میکنم که اون چه اپوزیسیون سکولار گفته میشد قلقن کردن. ماند این آقا اجنه، فقط اجنه باقی مون. این از تنها چیزی که ما میآموزیم از این داستان انقلاب. اگر فکر کردید، شما فکر کردید مثلا خمینی میامد میداشت سینما باز باشه یا مشروب فروشی باز باشه یا کاباره باشد یا هنر باشد یا از اینجور چیزها یا چادر نباشد؟ خب همه میدارستن خمینی زنار میکنه تو گونی. بله شنیدید، اون آقا با اون صدایش که فقط به درد سر قبر آقا میخوره چه چیزا میخون. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. خب بریم سر اصل موضوع. این موضوع تشبیه از شبت که ابزار دست مغالطه کاران همه تاریخ بود.
آخوند مثلا در اثبات خدا. این صندلی را نگاه کنید تا نجاری نباشد که این صندلی نیست. پس وجود این صندلی اثبات میکند وجود صانع این صندلی را. خب تا اینجاش درست، صغرا کبرا قضیه درست. بنابراین از اینجا مغلطه آغاز میشه. این جهان بزرگ که نمیتواند خالقی نداشته باشد، بنابراین همچنان که این صندلی رو یک نجار ساخته، این جهان رو هم یک الله ساخته. مثلا این بخش اولش و صغرا کبراش و مقدمش درسته، استنتاجش غلطه. بعضی گفت not necessarily، نه الزامن، نه الزامن. ما گزارشی از خدا نداریم که بشناسیم که چگونه عمل میکنه. یخنی باش نخوردیم، دیزی باش نخوردیم، ندیدیم. یا مثلا در مثنوی معنوی، پشه که داند که این باغ از که است، در بهارون زاد و مرگش درده است. وقتی خواهد این پشه اینجا به استعاره یعنی انسان، در حد کلام این بوده است که انسان که مانند پشه است به حقارت و طول عمر کوتاهی دارد، از کجا می داند که این جهان چگونه ساخته شده است؟ با یک عمر که 50 سال. پشه کی داند که این باغ از کی است، در بهارون زاد و مرگش دردی است. پشه به استعاره یعنی انسان. اینجا مغلطه طول زمان کرده، یعنی مدت عمر رو معیار گرفته. همون گونه که پشه عمرش کوتاه بنابراین به خلقت جهان پی نمی برد، انسان هم که عمرش کوتاه است به خلقت جهان پی نمی برد. این مغلطه است. یعنی یک مغلطه پشت این تشبیه هست باز که قیاس محل فارغه، چون پشه تعقل نداره، تفکر نداره، خلق ریاضیات نمی کنه، خلق فیزیک نمی کنه، قوه دراکی قضایای کمپلکس طبیعت رو نداره که بتواند این اوراق طبیعت رو که به زبان ریاضی نوشته است بخواند و بفهمد چگونه ساخته شده است. این مغلطه است. اما به ظاهر خیلی زیباست. 700-800 سال پذیرفتن مردم. پشه کی داند که این واقع از کی است، در بهارون زاد و مرگش درده. خیلی زیباست. اما مغلطه است. این تشبیه تشبیه غلطی است. یا در یک جای دیگر مثنوی انسان رو تشبیه میکند به کرم. کرم داخل سیب. میگوید همچنان که کرم در داخل سیب قادر نیست بفهمد که صاحب باغ کیست، ما هم نمیتوانیم مثلا به ذات پروردگار پی ببریم. اینم مغلط هست. این تشبیه غلطی است. دو مغلطه اینجا داره. یکی قیاس محل فارغ هست اینجا، یکی هم اساساً تشبیه خطا است. خمینی میخواست بکشه مخالفینشون رو، میگفت اینها مثل یهودی های بنی قریظه هستن، بکشید اینها را. حالا یهودی های بنی قریظه کی بودن؟ یهودی های بنی قریظه یک قبیله بودن، با محمد مخالف بودن. چون آمده بود ایشون، عرض کنم که قبایل دیگر یهود رو بیرون کرده بود و تاریخ یهود رو به نفع خودش مصادره کرده بود. اینا نمیتونستن بپذیرن همچین چیزی رو که یک عربی بیاد و تاریخ یهود رو مصادره کنه، بگه برادرم موسی. ایشون هم تشریف آوردن، عرض میکنم که اینا رو دستگیر کردن، سر همینا رو بریدن، گودال کندن در مدینه. حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام از سبب که گردن اینها رو زد، 750 نفر بودن، اونها رو به عنوان خیانت در امر نظامی و شکستن قرارداد چیز کردن. این چه ربطی داشت با بچه های بدبختی که در زندان بودن که اینا یهودی های بنی قریظه؟ مغالطه در تشبیه. خیلی باید مواظب باشیم، ذهن ما رو سیاه میکنه. آقا این از کافر حربی بدتره. تشبیه میکنه مخالف خودش آخوند به کافر حربی. کافر حربی کی بود؟ کافر حربی یک کسی بود که عرض میکنم که با اندیشه عرب مخالف بود، حربی هم بود به جهت اینکه حاضر بود جنگ بکنه و واجب است با او جنگ کردن.
چرا جنگ بکنه باش؟ چون این با عقیده مخالف الله اینو تحریک کرده که بره زن و بچه‌مون اسیر کنه، سرش ببره بر اسلام گسترش بده. کافر حربی. آقا این کافر حربی بدتره. این باویه، مثل باویه. آقا این باویه خونش حلاله، مالش نمیشه فلان حرف. اینقدر عقب موندگی و گرفتاری تو این توبره ما هست که البته اگر ما این توبره رو بذاریم زمین، هم تو که ما در حد خود در خدمت شما گذاشتیم، ما دشمن بسیار پیدا میکنیم و مخالف. یکی میگه این از یهودی پول میگیره، یکی میگه این بابیه، یکی میگه نمیدونم چی، هزار جور اتهام میزن. اما مهم نیست، شما توبره رو گذاشتیم باز کردیم، داریم نشون میدیم تو توبره چی هست. در حد امکان اینجا ادعایی نباشد. بنابراین این واژگان و لغاتی که ساخته شده در تاریخ، مثل کافر، مثل بی‌نماز، مثل کافر حربی، مثل زندیق، مثل بیدین، اینها هر شبت که در دست هست. کمونیست، بی خدا، عرض می کنم که ناسبی، تمام این واژگان با بار منفی ضد بشری ساختن آخوندها و غیره. حالا قرار بخوان کسی رو نابود کنن، از میون ببرن، لکهی بر کسی وارد کنن، بر کارنامه سیاسیش یا بر حیات اجتماعیش، تشبیهش میکنن و میخوان با این لجن تراکنی او رو خراب کنن. اینا مغالطاته. که این مغلطه تشبیه البته بر چند نوعه. یکیش میگن انسیدیس، یعنی تشبیه مزورانه، روباه صفتانه. ما یک کسی رو به یک چیز تشبیه کنیم که تو هم با نوعی کینه توزی و ریاکاری باشه. و بعض اوقات این کار میکشد به جایی که تشبیه کامل میشه. مثلا وقتی میگویم این عین کفر هست، وقتی که عین کفر باشه دیگه تشبیه نیست. شما دو چیز رو به هم زمانی تشبیه میکنیم که در بعض موارد مشابهت هایی باشه و در بسیاری موارد مخالفت ها باشه که تشبیه کامل باشه، معنی به دست آورد. وقتی میگیم حسن مثل شیره، یعنی در قرش و شجاعت و مناعت مثل شیره. اگه بگیم حسن عین شیره، چهار دست و پا هم باید داشته باشه، پشم و پیلش هم عین باید شیر باشه دیگه، دندون و این تشکیلات حیوان باشه، دیگه تشبیه وجود نداره. وقتی توده یا پیداش نظر کلشون، عرض کنم که موضوع نو و کهن رو به میان انداختن. کهنه گفتن شعر کهنه، شعر نو. این رو عرض میکنن که تشبیه میکردن به یک چیز کهنه، این چیز نو. چه مغالطاتی کردن اینها که حالا اینا باید یه روزی بهشون بپردازه، نه یک روز، چند روز. به خصوص توده‌ای‌ها آمدن برای این که عرض میکنم که سنن این کشور رو از میان بردارن و کشتنیان رو سیاستی دیگر آمده بود. شعر مهمترین جلوه فرهنگ ایرانی است، بدون هیچ شکی، هیچ تردیدی. همه چیز یاد شعرش. ما که نمیدونم نیوتن و هایزنبرگ و اینشتین که نداشتیم، که افتخار ما به این شعرهای ماست بیشتر. فرهنگ ما رو مدون کردن، اصالت‌های ما رو اینا نشون دادن، هنر ما رو اینا نشون دادن. گفتن این رو خراش کن. گفتن آقا این قافیه ما رو بدبخت کرد، بیچاره شدیم از دست این قافیه. آقا برداریم ببینید این نوابق چه میکنن. اون آقا قافیه رو برداریم، راست میگن بیچاره، قافیه رو برداریم، اینا بدبخت شدن، این نوابق زنجیر شد این قافیه به دست و پای اینا، قافیه رو برداشتیم خبری نشد. یه چند روز بعد گفتن آقا این وزن ما رو بیچاره کرده، این وزنم بردارید. وزنم برداشتن. این مدتی پس معنیش هم برداشتن. معلومه چی شد. یکی نبود بگه آقا چرا قافیه ملک و شعرهای بهار رو بیچاره نکرد؟ این قافیه چرا ایرج میرزا رو بیچاره نکرد؟ چرا این عرض میکنن که هوشنگ ابتهاج قافیه بیچارهش نکرده؟
من همون نایم که گر خوش بشنوی شرح دردم با تو بوید بس نوی. من همون عشقم که در فرهاد بود او نمی دانست و خود را می ستود. در رخ لیلی نمودم خیش را سوختم مجنون خامندیش را. می گرستم در دلش با مهر دوست او گمان می کرد عشق چشم او. چرا قافیه اینو بیچاره نکرد موشنگ ابتهاج رو؟ حالا این مطلبیست که ما باید دوباره صحبت کنیم خیلی مفصل، چون هم یک قضیه بود که تعصبات آورده از دو سو این جامعه رو به دو قسمت تقسیم کرده و باعث نفاق هم شده بود. یعنی همین تشبیه به کهنه و به نو. اینا قافیه بیچاره که بود، یه مش آدم های بیسواد بودن معمولا که نه ذوق داشتن نه قریحه داشتن نه سواد داشتن. بودن قافیه ما رو بیچاره که این شعر کهنه است بریزید دور. فردوسی مشنگ بوده، آقای احمد شاملو فرمودن در این ویتلی. حالا پیدا کنید پرتغال فروش تا که مشنگ کی بوده. من در هیچ فرهنگی از این نوع سراغ ندارم. یکی که خودشو شاعر میگه به بزرگترین شاعر مملکت توهین بکنه، مثل یکی فرض فرمید انشتن بیاد فوش بده به گالیله، هم چیزی ما نایده. یا پیکاسو بیاد مثلا فرض کنید میکلانج رو تأخیر بکنه، هم چیزی بود وجود نداره، نمیشه هم چیزی. خردمندی کارو نمیکنه. یه نمیش لات و لوت بودن روی هم رفته، نمیش لات و لوت که اینها ظهورشون و وجودشون عکس العمل اختناق محمد رضا شاهی بود. اون که افتاد اینا چیزی بود چندشون نبود، اون که رفت اینا هم رفتن. خب اجازه بدید که هر شبت که خب برگردیم اینجا. بله در این چند دقیقه هست یک متنی من براتون میخونم اینجا از این دانش اجتماعی که در دبستان ها در دبیرستان های مملکت تدریس میشه و همین اجنه اینا رو چیز میکنن تولید میکنن، آموزش متوسط عمومی اقتصاد اجتماعی سال دوم. بله تدریس من جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش پرورش. بله تعلیم و تعلم عبادت است. خیلی خوب اینجا من باز کردم، فرقی نمی کنه کجاش اینا رو باز میکنی. میگوید اکنون برای یک لحظه فرض کنید که این انقلاب و این رهبری وجود داشت و توده مردم با ایمان ایثارگر هم به همین شکل در همه صحنه ها حضور می داشتند، اما نهادی به نام نهاد روحانیت وجود نداشت. در این صورت فیروزی انقلاب و سرنگونی شخص طاغوت، ملاحظه کنید بگن شخص طاغوت، محال نبود. اما اسلامی نگه داشتن انقلاب و اسلامی ساختن کشور البته محال بود. اگر در ایران چند ده هزار روحانی تعلیم دیده و تربیت یافته در مراحل و مدارج گوناگون وجود نداشت، فردای پس از پیروزی که نوبت به استقرار نظام نوین سیاسی و اقتصادی و آموزشی و تربیت و قضایی می رسید، دوباره همون دست فروردگان فرهنگ الحادی غربی داره اون چه بوده تشبیه میکنه به فرهنگ الحادی غربی. بنابراین وقتی هم میگوید غربی، این فهوای الحادش هم باش هست. در حقیقت اینجا به نوعی حشو قبیح کرده نویسنده. فرهنگ الحادی غربی و شرقی میاندار میشدن و قانون اساسی مینوشتن و نظام آموزشی و دانشگاهی به وجود می آوردن و مقررات اقتصادی و قوانین قضایی تدوین می کردن و دوباره مثل انقلاب مشروطه ابتدا مردم مسلمان با فریادهای وا اسلاما در مساجد و معابر به شهادت می رسیدن و سپس دوله ها و سلطنه ها و فرنگ رفته هایی که کمترین اعتقاد و اعتنایی به عقاید اون مردم نداشتن، قانون نویس و سیاست مدار و بنیانگذار فرهنگ نوین می شدن. اما این بار رهبری نهضت بسی بیدارتر از همیشه و روحانیت بسی روشن‌تر از گذشته بود و مردم نیز علاوه بر آگاهی بیشتر داغ 70 سال حکومت غرب زدگان را در تن داشتند. امام فرمودند نباید اون چه در مشروطیت پیش آمد در این انقلاب تکرار شود.
یعنی هر چی مخالف است، اینا ترجمه هم داره در ضمن، یعنی هر چی مخالف است بگید بکشید اینها را، اینها یهودیان بنی قریظه هستند. بله، امت نیز برای جلوگیری از تکرار اون درد و داغ 70 ساله در صحنه باقی موند تا جامعه حقیقتا اسلامی ساخته شود. الحمدلله رب العالمین، چه جامعه ای ساخته شده، چه جامعه ای، مدینه فاضله. فقط یکی سباستی بره تهران تماشا کن. بله، وظیفه مهمی که روحانیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بر عهده داشت، استقرار فرهنگ اسلامی در همه شئون جامعه بود. جمهوری اسلامی ایران پس از 22 بهمن 57 نیازمند کسانی بود تا بتوانند شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی مردم ایران را در قالب قوانین و نظامات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و قضایی متبلور سازند، و جز روحانیون چه کسانی می توانستند به عهده چنین کاری برآیند؟ هیچ کس. آقا کی میتونست مملکت رو به این درجه برسونه؟ دو چهار تا آخون امکان نداشت. اگه همه مردم دست به دست هم میدادن مملکت خراب کنن، این کاری باش نمیکردن که شما کردید. و جز روحانیت کدام نهاد میتوانست پشتوانه حرکت باشد؟ روحانیت اسلامی ایران با پاسداری از فرهنگ اسلامی و نگهبانی از فقه و اخلاق و معارف اسلامی توانست عرف فرهنگ را چنان که گفتید در قوانین در قالب قوانین نظامات حکومتی تدوین تنظیم کند، و شرق و غرب و شیفتگان و سرسپردگان آنها را که گمان می‌کردند پس از پیروزی انقلاب می‌توانند دوباره با تسلط بر مجلس خبرگان و مجلس شورا و دادگستری آموزش و پرورش و مرتبه و رسانه‌های گروهی فرهنگ الحادی مادی را بر کرسی حکومت نشانند، ناکام سازد. استقرار فرهنگ اسلامی در جامعه ایران انقلابی مهمترین وظیفه روحانیت بوده است. بله، بعض اوقات هست که این تشبیهاتی که ما میکنیم، که مغالطات هست، تشبیهات درهم هست. یعنی چند تا نقلته پشت سر هم هست به تشبیه. مثلا میگوییم تهران قلب ایران هست. قلب ایران، وقتی قلب بزرگ بشه جامعه مریض میشه، بدن مریض میشه. بنابراین هرچی تهران هرچی بزرگتر بشه، پیکر ایران مریض‌تر میشه. دو تا مغالطه در این هست. مغالطه آمیزه. یکی تشبیهش از بدن، یکی یعنی که بزرگ شدن قلب که باعث گشادی نمیدونم قلب ها میشه و دریچه ها میشه، تشبیه شده به شهر. که هرچی شهر بزرگتر بشه، این مغالطه هست. این هیچ ارزشی نداره. البته عرض کنم خدمت شما ده. در یک مطلبی که مربوط است به علوم دقیقه، فرض کنید ما میخواییم یک اتومبیل، یک موشک طراحی کنیم، اگر یک جایی در این ریاضیات ما دچار خطا بشیم، مغلطه بشیم، تضاد بشیم، این ماشین منفجر میشه، راه نمیره. ولی در یک مقاله‌ای، در یک کتابی که عرض میکنم در باب علومه نقلیست، میشه باید بخش های خوبش رو جدا کرد، بخش های مقاله آمیزش رو هم جدا کرد. ممکنه یک مقاله 10 پاراگراف داشته باشه، 4 پاراگرافش درست باشه، 1 پاراگرافش مغلطه داشته باشه، 1 پاراگرافش هم عرض کنم که گزارش دروغ باشه. ما اینها رو باید اصلا جدا کنیم، اصلا جدا کنیم. اگر مثنوی میخوانیم فرض فرمایید، اندیشه های درستش رو جدا کنیم از مغالطاتش، به صرف مثلا یک مغلطه فکر نکنیم. ولی مثنوی هم ارزش نداره. نه، در زمان خودش گفته، به روزگار خودش گفته. امروز که ما میخوانیم میبینیم که این تشبیه تشبیه مغلطه آمیزیست. این است که نباستی به گمراهی بیفتیم در ارتباط با منطق، باستی بتوانیم دانسته عمل بکنیم. خلاصه اینجا خوشبختانه عرض شود که کتاب های زیادی بنده دارم، بینش اسلامی، امامت، ولایت و حکومت، اما وقت ما تمام است که بنده برای شما بخوانم ببینید که چه کرده است.
به 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 بله. اینجا در باب امام باقر و امام صادق مطلب نوشته. بله، میگوید که در زمان امام صادق علیه السلام نیست که بازار علم و بحث رواج کامل داشت. در زمان امام باقر، در زمان امام صادق هیچ علمی رواج نداشت دوستان، هنوز عصر ترجمه نرسیده بود، زمان امویان بود. امویان آدمایی بودن عرب محور، قبول نداشتن کسی دیگر رو. قرن سوم رو قرن ترجمه گفتند، سالها بعد از امام جعفر صادق قرن چهارم قرن علم گفتند. میگوید در زمان امام صادق بازار علم و بحث رواج کامل. نه آقا، بحث در همین مزخرفات و مهملات بود، شک بین دو شک و از اینجور چیزا. خب، و امام از فرصت استفاده کرده و گنجینه گرانبهایی از معارف علمی و الهی را بر جای نهاد. یکیش این است که میگوید چرا نمیخورید کبوتر پر در نیاورده را که قوه باه را زیاد میکند. تعبیر خوابش هم حتما خوندید، بخونید، به این علم امام پی ببرید که در حراست از حریم اسلام و نشر تعالیم آسمانی در طی اثار و قرون تأثیری به سزایی داشته است. در طی اثار و قرون تأثیری به سزایی برای کجا؟ محضر درس امام چنان رونقی داشت که حدود 4000 نفر در حلقه درس او حاضر شده و در زمینه‌های علمی، اعتقادی، اخلاقی و تفسیر و فقه و غیره. غیره شو نگفت یعنی چی؟ بهرم و از این طریق دانشمندان اسلامی تربیت می شدند. آنون به اطراف عالم سفر کرده با مباحثات خود پیام اسلام را به گوش جهان را می رسانیدن. از معروفترین اونها هشام ابن حکم و جابر ابن حیان می باشد، شیمیدان معروف. این جابر ابن حیان هم مایه در سر ما شده. جابر ابن حیان یه آدم ریاضیدان. این امام جعفر صادق جدول ضرب احتمالا بلد نبود. این جابر ابن حیان چه رفتی به اون صادق داره؟ این بابا میواد اینجا پیش این فقه و قرآن یاد بگیره، تو سر ما میزنی امام جعفر. این جابر ابن حیان، جابر ابن حیان شاگرد امام جعفر صادق خب بود. بله، امام در مناظراتی که با مادیون معروف زمان خود داشته است به دفاع از اعتقادات اسلامی پرداخته و معارف عقلی و استدلالی گرانبهای را به یادگار گذاشته است. مثلا اون زمان هنوز استدلال نیامده بود، در عالم اسلام استدلال وجود نداشت. استدلال با ترجمه آنالوتیقای ارسطو آمد و این در زمان معمون بوده. امام جعفر صادق استدلال بلد نبود. بله، هم مزخرفات، من چه بکنم خدمتتون. بله، از این مهملات دانشگاه هم ساختن برای بین امام صادق، چون در روزگاری که این امام بود عرض شود که هنوز هیچ کدوم از این آثار ترجمه نشده بود. می نشستن دوره هم از همین مباحث می کردن، مباحث قرآن و عرض می کنم که حدیث و اینو چیزا. یک آدم دروغ زن واقعا جفنگوی هم داشتیم، 1600 کتاب مزخرف و مهمل نوشت. یک کتاب هم نوشت متفکر عالم شیعه، فیزیک جدید و کوانتوم و عرض میکنم فیزیک نیوتون و اینشتین و همه رو میکنم تکر با امسد و امجام صادق. این فرماید زن باید خود را برای شوهر آماده کند حتی بر پشت شتر. این از فرمایشات با جعفر صادق. چرا نمیخورید کبوتر پر در نیاورده را؟ قوه باه را زیاد کن. از حضرت پرسیدن در زیر آب سکس خوب است؟ خوب، چیزی بهتر از این میشود؟ این فرمایشاتش. یا فکر نکنین خبری بوده. اونطور رافضی ها عرصه وقت که مزخرف و مهمل در این باب زیاد گفتن. اگه این آقا علمی داشت همه دنیا میبادن ترجمه میکرد. وقت ما در اینجا به پایان رسید هموطنان، با درود بر شما و عرض کنم پریسا و کیوان در اتاق فرمان فردا شب به خدمتتون خواهم بود در ارتباط با تاریخ ایران در روزگار
رضا شاه صحبت میکنیم تا فردا. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.